سید عرف نصرالله مدیر دفتر روابط عمومی مرجعیت شیعه در شهر مقدس کربلا به مقامات کشور ایران هشدار داد که از برهم زدن وحدت شیعه دست بردارند به گزارش خبرگزاری شیعه ویوز وی در گفتگوی زنده و ویژه خود در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام دو به زبان عربی تصریح کرد که تا این لحظه تلاش کردیم تا توازن و تعادل در وحدت صفوف شیعیان را حفظ کنیم ولی صبر مقلدان معظم الله حد و مرز دارد و این تظاهرات اعتراضی تنها یک عمل ساده و مسالمت ها است. سید عارف نصر الله در این گفتگو زمین اشاره به اهانت به مرجعیت و دستگیری فرزند برومندشان افزود، اگر به صورت جدی ارادتمندان ایشان وارد میدان شوند و واکنش حقیقی خود را انجام دهند دیگر هیچ سنگی بر روی سنگ بند نمی شود. مدیر دفتر رابط مومی مرجعیت شیعه در شهر مقدس کربلا ادامه داد ما مقلدین و ارادتمندان به آیت الله عزما شیرازی دامزلو با اتخاذ و عمل به اصول مبانی و اخلاق والای اهل بیت علیهم السلام و, و خاندان مکرم مرجعیت شیرازی بردباری و استقامت می کنیم. خاندانی که همیشه بر عدم خشونت تاکید دارند و مانند جدشان امیر و مؤمنان حضرت علی علیه السلام صبور و بردبارند. سید عارف نصرالله از سفر خود به بغداد سخن گفته و افزود من دیروز در بغداد تلاش کردم و مانع از واکنش تند مقلدین مرجعیت شدم و آنان را به صبر دعوت کردم. وی ادامه داد کنترل این خشم زمان معینی دارد و ادامه اقدامات خصمانه حکومت ایران موجب خارج شدن کنترل اوزا از دست ما خواهد شد و نتیجه باعث ندامت طرف مقابل می شود. به افزود آیت الله عزما صادق حسینی شیرازی دامزلو در تمام دنیا اعم از قاره اروپا، آمریکا، استرالیا و عراق ارادتمندان ای دارد. پس باید ضمن آزادی بی و شرط آیت الله سید حسین شیرازی از مقام شامخ مرجعیت نیز به صورت رسمی عذرخواهی خواهی کنند. سید عارف نصرالله از حکومت ایران درخواست کرد تا بیش از این بر بر هم زدن وحدت بین شیعیان اقدام نکرده و اقدامات خود را در حد که حرمت مراجع ازام تقلید محدود نماید.